همه رو میخواید بخونم. یه صحنه بسیار وحشتناکی بود و دیدم که شیشه ها منفجر شده بود، شیشه ها همینجور توی هوا پخش بود. یکیش که همون جایی که اون رفته بود خرید افتاد، یعنی اصلا اونو که دیدم گفتم خب اون رفت اصلا. دستم گذاشتم تو گوشم فقط داد زدم. ولی خب اون اتفاقی که همیشه ازش میترسیدم بالاخره وقتش رسید. شرقی مدرسه بود و کلاس بزرگی هم بود. شاید 13 سالم بوده، 12 سالم، و ما شیفت بعد از ظهر بودیم. من یکی از بچه‌هایی هستم که در سال 1365 در مدرسه بینش دانش آموز کلاس سوم راهنمایی بودم. در واقعه 2 بهمن 1365 که 35 سالی از اون تاریخ الان داره میگذره، 11 سال سن داشتم. من کلاس شما اینجا بودم. من تقریبا یادم این سطح نشستم. در حادثه دوم بهمن 65 من اول راهنمایی بودم. من عصمت صدق محمدی، مدیر سابق مدرسه راهنمایی نواب صفوی هستم. دوم بهمن در سال 1365 اون زمان من کلاس اول راهنمایی درس میخوندم توی همین مدرسه که مقارن بود با جنگ تحمیلی صدام علیه ایران. من روز دوم بهمن سال 1365 چون خونم و کوچه مشکیه درست با محل حادثه 200 تا 300 متر فاصله داشتم. خاطرات تلخی رو به جا گذاشت اون حادثه. بچه هایی بودن که پیدا نشدن، خیلی یه چند روز بعد شناسایی شدن. حور گاشته قیشه اون لحظه من یادم آدوش که بابا اشاق کانه به سرده اونو گفتم وردم گلتوما قاشم گلد. ما هم زنگ اول کاردستی داشتیم. من یه کاردستی درست کرده بودم که برای ارائه به معلممون. روز پنجشنبه بود و یک روز آفتابی بود به نسبت یک روز زمستانی. توی زنجان روز گرمی بود، هوا خوب بود و ما به اتفاق دوستان با کمی تأخیر داشتیم وارد مدرسه میشدیم. اون موقع مد بود که کش میبستم و باشون کشکش بازی میکردم. اونان بچه ها بیشتر داشتن حیات بازی میکردن. اون زمان یه بازی هم به اسم کشکش بود که بیشتر دخترها خیلی جذبش بودن و کلاس ما اونقدر بزرگ بود که انتهای کلاس یه جایی خیلی خوبی داشت برای بازی کردن. نمیدونم چی بگم چون انقدر اون روز اصلا سخت بود. خیلی وقتی یادش میفتم خیلی لیلا این خواهر نبود، این بچه بود برای من، یعنی انگار که بچه خودم بود، دختر خودم بود. اون روز از مدرسه عجیب بود، خیلی عجیب بود. همیشه به خاطر برنامه های مثلا فوق برنامه من میموندم مدرسه، دیر از مدرسه میرفتم اینو، اما اون روز زود از مدرسه خارج شدم. اومدم که برم به طرف خونه، سعیده یکی از بچه های محل که کلاس اول رو میخوند کیفش رو برداشته بود داشت میرفت به طرف مدرسه. اصلا اون چهره اون سعیده الان وقتی دارم حرف میزنم تداعی میشه برام. رفت سعیده تقریبا 5-6 متری از من دور شده بود. برگشتم پشت سعیده رو یه نگاهی کردم، سعیده از من دور شد و من هی بهش نگاه میکردم. بعد رفتم خونه،
یه حالت خاصی بود. وقتی رفت دیگه بر نگشت. اصلا انگاری وداعی آخرم بود، نمیدونم. من همیشه ترس و واهمه از حمله و جنگ داشتم. ما فقط توی تلویزیون دیده بودیم یا شنیده بودیم و مستقیم درگیر جنگ نبودیم. رفتم پشت دورخیز کنم، یه دفعه دیوار صوتی شکست. ما نمیدونستیم دیوار صوتی چیه، فقط که صدای مهیب شنیدیم و همه خوش شدیم که خب چی بود؟ نه شبیه بسته شدن در بود، نه کسی تو خیابون چپ کرده. شاید اینی که عرض میکنم خدمتتون شاید در عرض مثلا 10 ثانیه اتفاق افتاد، 5 ثانیه شاید هم کمتر اتفاق افتاد. یعنی ما به سمت صدا برگشتیم، یه آقایی بود که به زبان ترکی میگفتش که بخوابید زمین هواپیماست. من زمان که خوابیدم زمین، این کاردستی که دو دستم کلا متلاشی شد. خلاصه جیغ و داد بچه ها، هواپیما در کسری از ثانیه بالای سر ما بود که پشت سرش بمب انداخت. سرمو که بردم بالا به سمت آسمون، من هواپیما و دو تا بمبی که قشنگ از آسمون به سمت پایین می آمدند رو من دیدم. گفتم درست مثل اینکه شما یه جعبه میبره با پوچ خورد کنی، چه صدایی میده؟ همینجوری پشت منبع میدونی که صدا رو به قول من تصویری که به گوش میرسه یه فاصله ای داره. من اول پخش شدن اونا رو دیدم، اول پخش شدن اونا رو دیدم و بعدش دیگه دیدم یک صدای مهیبی اومد، موجش هم به من رسید. یک دفعه بمباران شد و وقتی در اومدم بیرون گفتن که مدرسه. دویدم اومدم توی راه، صحنه های وحشتناک دیدم، دستی، پایی و قطعات از بدن بچه ها افتاده بود. هنوز هم شاید بعد از 35 سال تقریبا، ما به هر حال مدرسه 22 بهمن بزرگترین مدرسه راهنمایی شمال غرب کشور بود. حتی ما تو استان آذربایجان شرقی این تبریز هم مدرسه این بزرگی نداشتیم و خیلی مدرسه مجهزی بود. کلاس های پر جمعیتی هم داشتیم، به لحاظ جمعیتی که اون موقع بود تو هر کلاس شاید 40 نفر بودیم. کلاس ما این گوشه ساخته بود، تقریبا همینجا میشه. اون لحظه وحشتناک بمبارانه که من وقتی که فهمیدم از کلاسمون اومدن بیرون و اون فضای تاریک سالن رو دیدم، باور کنید که چشم رو نمیدید. واقعا سیاهی مطلق بود. این بخاری های بعضی از کلاس ها ترکیده بودن، داشتن دود میکردن، آتیش بود، بعد خیلی فضای خفه‌ای بود. غیر از این شیشه ها که شکسته بودن، چون زمستون بود همه در پنجره ها بسته بودن، اگه شیشه ها نشکسته بودن واقعا ما اون تو خفه میشدیم. دیگه همه جا تاریک بود، سیاهی همه جا رو گرفته بود، هیچی نمیدونستم مثلا چی شده. فقط صدای جیغ و داد میشنیدم. یه تعداد از بچه ها با جیغ و فریاد در کلاس رو وا کردن و فرار کردن بیرون. اولا یک دود بسیار بسیار غلیظ سیاه رنگی همه جا رو گرفت، طوری که ما دیگه اصلا جلوی پامون رو نمیدیدیم. یعنی کاملا انگار ما رو توی یه دالانه دروسه ای انداخته بودن که دیگه چشممون جایی رو نمیدید و ما دیگه توان نداشتیم برای نفسهای بعدی. ما دیگه اصلا تو خودمون نبودیم. حالا یه صحنه هایی رو میدیدیم یا تو ذهنمون میمونه، مثل همین زخمی که سال هاست بر دل ما هست، یا نه اومدیم شاید یه چیزایی هم فراموش شده. و من که اومدم بیرون همه جا آجرا ریخته بود، دیوارا همش ریخته بود، اصلا یه صحنه عجیبی شده بود اونجا. بعد صدایی که صداهای ناهنجار به قول معروف، صداهایی میشنیدم که اصلا خودم چون گوشام اینا گرفته بود، خودم دودی شده بودم، مثلا یه صداهای نامفهوم میشنیدم. در همون لحظه هم یه خانم معلم حرفم و یکی از بچه‌ها به نام خانم عباسی بود، من احساس کردم مثلا گلوش، حالا نمیدونم ترکش خورده بود، شیشه بریده بود، صداش از این قسمت گلوش احساس کردم صداشو دارم میشنوم.
دستم گذاشتم تو گوشم، فقط داد زدم. یه چیزی آدم میگه ولی یه چیزی که تو ذهن آدم اصلا، یعنی صحنه خانم حاجتی، خانم مرادی، اصلا از هیچ موقع از ذهن من خارج نمیشه. خودم چادر سر کردم، دویدم بیرون که برم خب ببینم اگه کاری از دست من برمیاد. خب منم 13 سال بیشتر نداشتم. رفتم بیرون، یعنی واقعا محشر کبرا بود. تو همین لحظه دیدم مادر سعیده رو دیدم که داشت یه بچه کوچیکم بغلش بود، هی میدوید این ور و اون ور، بچه‌م هی سعیدش رو صدا میکرد. تا اینکه من فکر کردم کار دیگه ای از دستم بر نمیاد، بهش گفتم بچه رو بده به من، برو دنبال سعیده. خیلی سخته، خیلی سخته این بازنگری یه همچین صحنه های دهشتناک. مادرش دنبال سعیده گشت ولی پیدا نکرد. بعد معلوم شد که بله، سعیده یک طرف سرش رو ترکش برده. بعد چند روز سعید شهید شد. بیشتر اون صحنه که منو اذیت میکنه هم صحنه بچه‌های ابتدایی بود. یعنی الان هم یادم میفته، واقعا از جلوی سالن بینش رد میشم اون صحنه یادم میفته که دو تا بچه ابتدایی همونجا افتاده بودن. این صحنه بسیار عجیبی دیدم. کیف افتاده بود و یه مغز کنار کیف افتاده بود. حال من خراب شد و خیلی به سختی تونستم پامو بکشم و طرف مدرسه بیام. وقتی اومدم دیدم که آتش نشانی، نیروهای انتظامی، نیروهای مختلف در مدرسه هستن. بولوار کوچه‌مشکی رد شدم، اومدیم تا اینجا و بلوایی بود اینجا. اون چی که اولین چیزی که به شام یادم میرسید بوی دود بود و این مقدار بوی جز کرده گوشت ما میرسید که دیگه بقیه رو حتما به شما گفتن چه اتفاقاتی اینجا افتاده. تو این کوچه از دو طرف بسته شده بود. صحنه ای از قیامت رو من دیدم. هر کی دنبال بچه خودش بود، بچه خودش رو صدا میکرد. من اومدم، دود ناشی از اون آتش سوزی و همینطور دود بمب، همه بچه ها لباسشون، صورتشون، دستاشون اصلا شناخته نمی شدن. سیاه و دودی شده بود و دود و خون و خاک واقعا در هم آمیخته شده بود. به سر کوچه که اینجا رسیدم نذاشتن. حالا دیگه انقدر شدت زیاد بود، شدت حادثه اصلا انقدر زیاد بود که دیگه نمیدونم حالا شسته بودن چه، هر کاری کردم میخوام برم بچه‌م، یعنی اصلا به خواهرم فکرم نمیرسید. گفتم اون بزرگه، اون خودشونو یه جور نجات میدن. یعنی میگفتم اون بچه است، اون بچه دیگه از بین رفته دیگه. نگو ایبونی اونا رو، بچه‌ها رو ول کرده بودن تا اینطوری افتاده بود، چون دیوار به دیوار هم بودن، افتاده بود تو حیات پشت آزمایشگاه. مدل بود دید نمیم دیوار اونجا کوتاه‌تر بود احتمالا، اون چون که من یادم ساختمانش کوچیک بود دیگه. تا اینجا مفتیم. آره میگم، آره در ورودی ساختمان بود، اون سمت هم در حیات بود. آره ساختمان جدید خیلی بزرگ. آره از اونجا در حیات باز میشد، از اونجا. بله اونجا یه رنگ ساختمان آزمایشگاه مدرسه. آره 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 آره. اون قسمت هم که اون ساختمان جدید هست، اونجا مدرسه پسرانه بود. آره دیوار هم اینجا ریخته بود دیگه، آتیه اینجا. آره ریخته. آره آره ما از اون بالا اومدیم، ما از اون بالا که اومدیم از اینجا تمام دیوارا ریخته بود. و چیزی که باعث شد ما خیلی شهید ندیم توی مدرسه ای که همه بچه های شیفت عصرش حضور داشتن و بچه های شیفت صبح هم به نوعی در حال خروج بودن، این خطایی بود که خلبان حالا انجام داده بود و نتونسته بود دقیقاً بمب رو بندازه وسط مدرسه. دقیقاً افتاده بود توی آزمایشگاه، یعنی اگر تو آزمایشگاه نیفتاده بود بمب و توی حیاط یا توی کلاس ها افتاده بود،
وضع خیلی اسفبار بود و شهد تعداد شهدا بیشتر میشد. اینا عزیزان بله بله اینا خانم نوری شاد باشد، خانم آصفی مرادی آصفی دختر من، بسیار خوب بسیار خوب منزلشون رفتیم. بله طفلک اکرم فراهانی که پیدا نشد، یه هفته اینا دنبالش گشتن دیگه بیمارستان های تهران اینجا پیدا نکردن، تا اینکه مامانش اومد یه روز اینجا حیات با هم دنبالش گشتیم، یه جیب اینقدر پیدا کرد، بعد گفتش که حالا فهمیدم سر بچم چی اومده. دید خار سالده خار سالده دل سالب مدرسه بینشه گشتیخ باختیخ بینشه چی؟ بینشه باختیق گردیق چوخ وحشتناکتی یر گر قان دیر زمز راهم دردی بار تökülüp تökülüp یره اینکلرمیزین altında آدی elimizden bizzat gelmirdi biz ایلی بون تا بزن قباق یقی بفارمشتر آمزا آنزا کچیس یره کمه یلیدیق تا کمه تنگل بارمش. یکی از همسایه های ما دخترش توی مدرسه درس میخوند و اتفاقی که براش افتاد متاسفانه به شهادت رسید توی همین مدرسه. به اسم خانم نوری، اونجوری که من یادمه دو روز بعد از این حادثه با تکه لباسش مادرش شناساییش کرد. اون چیزی که روی زمین ریخته بود واقعا خون بچه ها بود، یعنی خونی که بیگناه ریخته بود روی زمین، انتظارشو نمیرد. خیلی وقت میکنم بیشتر بچه ها بودن که بدنشون چسبیده بود در دیوار. یه صحنه هم همونجا دیدم از این مدرسه یه خورده اونورتر بود که سقف اومده بود پایین، توی گوشه ای چهار پنج تا بچه دیدم که افتاده بودن اونجا گیر کرده بودن، آتش نشانه هم مردم همه میمدن کمک میکرده بود، اونا اونجا سالم در اومدن. دقیقا همون بچه های که همونجا سی شکل بودن هم دیگه دیشه در باید مادر نمیشه مقدارش نمیشه مادر خودم مادر اگر پیش از تو بمیرم در تمام دنیا هیچ چیز به عزیزی عزیزی مادر نمیرسد، حتی جان هم نخواهد توانست مانند مادر گرامی ما تو بیمارستان پیدا نکردیم. بعد باز چون میگم خواهر من نسبت به همه اون دخترها شهیدها سالم تر بود، بقیه اصلا چیزیشون معلوم نبود اصلا. و دیگه ما باز خواهرم و شوهر خواهرم پیدا کرده بود، بعد دیگه دنبال دختر خالم و همون لیلا نیرومند، چون اینا همه با هم دوست بودن. بچه ها دور از این قوقا هیچ اطلاعی از این بمباران نداشتن. سیامک منوچهری هم اونجا بود، طفلی اونجا شهید شد، پیش اون تیر چراغبر بود، اونجا کلی خون ازش رفته بود. اینجا خیلی خلاصه میگم اصلا یاداوریش واقعا ناراحت کننده از مقصود خوهرم اصلا خیلی خیلی وقتی یادم میفته اصلا واقعا دیوانه میشودم. هیچ پنجشنبه و شب جمعه نیستش که من یاد شهید حمیدی و خاطراتمون با ایشون نیفتم و یک فاتحه براشون نفرستم. خدا انشالله روح و همشون رو با بزرگان محشور بکنم. دیوار روبروی مدرسه من خاطرم هست که مربوط به دیوار بیمارستان ارتش بود و هواپیما بعد اینکه کارش رو انجام داده بود برگشت رو به رگبار بسته بود. بله. خیلی بچه ها رو تو کوچه در سر رگبار فوت کرده شهید شده. به رگبار بسته بود. ما تا سالها می اومدیم و جای این گلوله ها رو که خیلی مرتب 20 سانت 20 سانت تمام کوچه رو سوراخ کرده بود می‌دیدید. نباید اونا ترمیم شه. نباید اونا بازسازی شه. اونا باید آثارش
باید نگهداری از آثار باید باقی میموند. بعد از ظهر روز جمعه ساعت 3:15 بعد از ظهر انگار گرد غم پاشیده بودن. چقدر این شهر اون لحظه غم زده بود. اصلا هیچ وقت من یادم انگار همینجا خاکستری بود. و کل شهر خب خیلی شهر خاصی بود. رزمنده در جبهه میجنگه، شهید میشه، خب درست. مرد مردونه، ولی اینجوری بچه‌ها، اونا بچه‌های معصوم، اونم توی همچین شرایطی با این وضعیت، این دیگه اوج به نظر من شناعت دشمن و اوج درماندگی بود. روزای خیلی سختی بود، ولی با همه این وجود گذشت، ما تا به امروز رسیدیم. حالا من نمیدونم صدام منظورش چی بود. اگر هدفش این بوده که بالاخره جسمن و روحن دخترهای استان ما رو مورد حمله قرار بده، به نظر من به هدفش و به قصد و نیتش نرسیده. الان شما باور نمی‌کنید 7-8 تا از همون کلاس من که کل کلاسمون 24 نفر بود پزشکن، الان جراحان موفقی هستن، تو همه شهرها هستن، مثلا نه فقط زنجان، مثلا من حداقل میشناسم 6 تاشون جراحن. با وجود همه اون فشارهای روانی اینا تحصیلات عالی موفقی داشتن. خب الان همون مدرسه همون نام میموند یا اسمش عوض میکردن دختران شهید؟ چون بیشترش دختر بودن، دختران شهید بود. هم الان تا سالهای سال تو ذهن همه میموند که این مدرسه بمباران شده بود زمان جنگ. اصلا تاریخ شهر زنجان هست، یکی از وقایعی هست که ما میتونیم تو تاریخ ایران ثبت کنیم، پیشینه ایران ثبت کنیم و علل خصوص برای شهر خودمون. ما الان فقط قواسان دریادل رو نداریم توی زنجان، ما شهدای کوچه بینش رو داریم، باید ثبت میشود. این انتقام قواسا بود دیگه؟ بله، چون اینا رفته بودن تو عملیات. بله. مشهور شده بودن که زنجانی ها خیلی دلاورن، خیلی شجاعن. من شنیدم که صدام گفته بود یه انتقامی بگیرن توی تاریخ بنویسن. بله. شما فکر کنم اشاره کردین. بله. پیش توی صحبتاتون تو برمیدین همچین چیزی. بله. بچه های زنجان همیشه خط شکن بودن توی عملیات هایی که شرکت میکردن، بی محابا توی سخت‌ترین مراحل حضور داشتن. چون عملیات قبلی هم که صورت گرفته بود، عملیات بسیار موفقی بود و بچه های زنجانی قواسای دریادل اسم در کرده بودن. شاهد ما تصاویر تاریخی است که الان هست. شما نگاه کنید ببینید چجوری به آب میزنن. و همین باعث شده بود که یه مدار ارتش بعث به نظر خود من، اونجا که شاهد تاریخی هم نشون میده، کینه کرده بود. یعنی زنجان این سبقه رو در جنگ داد. روحشون شاد، یادشون گرامی باد. تا کوچه بینش هست، تا بینش در بین مردم زنجان هست و اصلا اسم بینش که میاد برای ما، اسم بینش قبل از اینکه سالن بینش باشه، دید ما و بینش ما رو نسبت به این مسئله روشن میکنه که این کشور به این شکل پایدار مونده. حتی دانش آموزان مدرسه ابتداییش هم خونشون رو برای بقای این کشور دادن. روشون شاد. در روز واقعه تنها تو را برگزیدند و مرا برنگزیدند و من انگوش به دندان با پشت خمیده خون گریستم. تو پرکشیده بودی و پار پاره تنت خاک سر پیکرت، چون دشتی از شقایق بر خاک مدرسه بر جای مانده بود. گاهی یک تکه گوش، گاهی یک تار مو بر سقف مدرسه یا شکل هندسه بر جای مانده بود. اکرم تو را چه شد؟ مادر تو را نیاب، نه در کلاس درس، نه سقف مدرسه، نه شکل هندسه، بر جا نمانده بود.